آقای اردوغان و دولتش ناامید کرد برای پیشبرد این خواسته. در نتیجه خود ترکا هم از بیسوادی در سوریه، البته نه دراز مدت، اون چیزی که آمریکایی هم در نظرشون، اینها همکاری کردن و تا حدود زیادی هم دخالت کردن، ولی از اونجایی که آمریکا سیاست استراتژی خودشو، یعنی در واقع بحرانی نگه داشتن خاورمیانه تا بحرانی کردن و بعدا تثبیت کردن خاورمیانه، من فکر نکنم، در من نخوندم تا حال در هیچ کجای ادبیات سیاسی دولت آمریکا و متحدین نظری پردانش بگن که قصد ما از بی ثبات کردن خاورمیانه، یعنی با ایجاد جنگ های داخلی، قصد ما ایجاد ثبات دراز مدت در خاورمیانه. من شخصا اینجا نخوندم، یعنی اگر دوستی یا کسی اینجا یک چنین مطلبی رو از هر کدام از رسانه های آمریکایی و متحدینش خونده، خوشحال میشم به من تکس بزنه و من بخونم. اون چیزی که با عامل ناامیدی و یأس دولت ترکیه شد همین بود که به این نتیجه رسید که دولت آمریکا تلاشش در جهت بی ثبات نگه داشتن خاورمیانه است، نه در جهت بی ثبات کردن و بعداً ایجاد یک ثباتی که بتونه در دراز مدت منافع آمریکا را در خاورمیانه تامین کنه. چون اصلا منافع آمریکا در خاورمیانه از قبل هم اینکه یک چنین بحرانی رو، یعنی ایجاد جنگ‌های داخلی در لیبی، در مصر، در سوریه، قبل از اونم میتونسته به راحتی این دولت‌ها رو زیر چتر خودش بگیره، یعنی مشکلی نداشته، ولی با وجود این تلاششون من اینه که بحرانی نگه دارن. و من به نظر من، یعنی با توجه به مطالعاتی که من انجام میدم به طور روزانه، به نظر من اینه که استراتژی درازمدت آمریکا برای اعمال قدرت، در واقع تنها ابزار قدرتی که داره، یعنی همون قطبی کردن نظامی کنترل به اصطلاح جهان و سرکردگی سرمایه‌داری جهانی، بدون اینکه این قدرت رو در اختیار، اون چیزی که امروز بحثه، میگن قدرت الان در شرایطیه که باید در دست چینی ها قرار بگیره، و آمریکا سخت تلاشه که حتی چنین حول و حوش چنین اجازه این که کسی یک چنین نظری یا به دولت آمریکا حتی مطرح کنه، نه تنرس رو تحمیل کنه، رو فعلا حاضر به پذیرشش نیستن. و به همین علت به نظر من خاورمیانه با بحرانی کردن خاورمیانه، با بحرانی نگه داشتن خاورمیانه، در واقع هم منافع اقتصادی آمریکا رو، هم منافع نظامی آمریکا رو در دراز مدت تأمین میکنه. اگرم احیانا، و البته این توسعه خواهد یافت، من هیچ تردیدی ندارم که این سیاست ادامه بحرانی کردن خاورمیانه به عربستان سعودی و به کشورهای دیگر از جمله بحرین و عمان و قطر و به کویت و به همه اینها کشیده خواهد شد. از این زاویه در واقع باید گفت که هدف آمریکا فقط و فقط اینه که ثابت کنه که هنوز هم به عنوان تنها قدرت جهانی که میتونه در واقع هم بحران ایجاد کنه، هم جلوی بحران رو بگیره. سپاسگزارم از شما، امیدوارم تونسته باشم نظراتمو واضح و روشن بیان کرده باشم. پرواز عزیز، با سپاس شما من میکروفون رو قطع میکنم و منتظر شما میمونم. خیلی ممنون. با تشکر فراوان از دوستمون الوند عزیز. خسته نباشین الوند عزیز. دوستان همگی شما هم خسته نباشید، خیلی خوش آمدید. با سوالای، اگر دوستان سوالایی دارن در رابطه با مسائلی که الوند گفتن میتونن بپرسن، بعد از اون میتونیم نوبت بدیم و اگر کسی نظری داره. سوال همجور که پرواز گفت 5 دقیقه و اگه بحثی هست 10 دقیقه. اگه سوالی نیست، من راستش خودم یه وقت میگیرم برای 10 دقیقه که این بحث رو بتونیم بهتر توی زمینهای مختلف باز بود. در رابطه با مسائلی که مطرح شد، رفیق اونو الوند به خوبی از نقطه نظر عمدتاً سیاسی توضیح دادن که چه شرایطی در
جهان سرمایه‌داری و به طور مشخص در خاورمیانه داره میگذره. من بیشتر سعی میکنم از نقطه نظر اقتصاد سیاسی، یعنی عواملی که باعث این حرکت شده رو بیشتر بشکافم، و در این رابطه است که به مسئله گلوبالیزیشن و عملکردی که گلوبالیزیشن در ایجاد این بحران ها در واقع شکل داده بیشتر این رو توضیح بدم. من از اینجا شروع می کنم که اصولا ما از منظر طبقه کارگر، از منظر مبارزه طبقاتی مسئله رو بررسی می کنیم و خب طبیعتا پیامدهای سیاسی و عملکرد دولت ها رو از این زاویه است که باید بررسی بکنیم. اون چیزی که به نظر من مهمه اینه که امروزه مسئله ژئوپلیتیکی که در جهان در واقع عمل داره میکنه از نظر سرمایه‌داری، طبیعتا اون خصلت گذشته خودش رو نداره. یعنی به چه اون چیزی رو که حداقل مارکس به عنوان بنیاد نظری خودش در رابطه با قانون ارزش مطرح کرد، اون چیزی بود که در واقع تحت عنوان، حالا من اینو به انگلیسی میگم، ترجمه شو دقیقا نمیدونم ولی بیشتر توضیح میدم، has abstract universal of time، یعنی در واقع زمان کار مجرد به طور قانون زمان کار مجرد عام، و این به این معنی است که هرچه سرمایه‌داری رشد میکنه و با رشد خودش عمدتا هم به شکل درونی خودش، یعنی در مناسبات خود سرمایه، و هم به شکل ژئوپلیتیک خودش، یعنی بخشهایی رو به سرمایه داری وصل میکنه، انضمامی وصل میکنه، در واقع این قانون بیشتر و بیشتر در واقع تعیین کننده میشه در حرکت سرمایه و سیاست ها. این به چه معنیه؟ به این معنیه که وقتی که ما صحبت از زمان کار میکنیم، یعنی زمان کار لازم از نظر اجتماعی میکنیم، این زمان کار لازم از نظر اجتماعی طبیعتاً بر حسب اینکه در کجا نیروهای مولد رشد کرده باشند، صنعت پیشرفت کرده باشه، یا عواملی وجود داشته باشه که در واقع شدت کار رو بیشتر بکنه یا کمتر بکنه، اینها تاثیرگذار در این رابطه‌اند. به این معنی که اگر در دیترویت به طور مشخص ساختن یک اتومبیل 24 ساعت برای یک کارگر طول میکشه، اگر در جای دیگه این تولید در 16 ساعت در واقع انجام بشه، 8 ساعت کاری که در واقع کارگر دیترویت میکنه، این ارزش برای سرمایه ایجاد نمیکنه، و به همین دلیل اون کار متوسط این دو است که تعیین کننده است. و به همین دلیل وقتی که این جنبه جهانی پیدا میکنه، یعنی از نقطه نظر امر تولید این شکل از تولید جهانی میشه و این شکل از، یعنی در واقع اون چیزی که تحت عنوان مالکیت، نابرابری، بحران در بازار وجود داره، اینا خودشون در واقع علتهای عملکرد سرمایه نیستن، بلکه اینا معلولی از روابط اجتماعی تولید هستن که بر مبنای این قانون کار، قانون عام مجرد کار تعیین میشن. و به این دلیل این عمل انجام میشه، این بحران ایجاد میشه که در واقع نیروی کار مجبوره که خودش رو در این چارچوب جا بده. یعنی چی؟ یعنی وقتی که تولیدی در فلان جا در زمان کمتری استفاده میکنه، در جای دیگه سرمایه مجبوره که این زمان کار رو برای اینکه برای سودی داشته باشه بتونه در چارچوب اون قالب، اون زمان متوسط جا بده، و این خب یا باید شدت کار رو بالا ببره و یا باید ابزار تولید رو رشد بده. و
این یک طرف قضیه است، و طرف قضیه، طرف دیگه قضیه رابطه سرمایه ثابت و سرمایه متغیره. یعنی وقتی که ما صحبت از رشد نیروهای مولده در زمینه ابزار تولید میکنیم، خب این رشد نیروهای مولده در ابزار تولید طبیعتا سرمایه ثابت رو بالا میبرن و این سرمایه ثابت نرخ سود رو پایین میاره و این در واقع تناقضیه که در جامعه سرمایه داری امروزه به حد اعلای خودش رسیده. یعنی اون چیزی که امروزه تحت عنوان بحران ساختاری در جامعه سرمایه داری داره عمل میکنه و این بحران ساختاری امروزه در کلیه جهان سرمایه داری، یعنی هم در کشورهای صنعتی و هم در کشورهایی که به هر حال مناسبات سرمایه داری درشون وجود داره ولی طبیعتا به علت رشد ناموزون از نظر تولید متفاوته. یعنی این شرایط در واقع خود انگیزه و عاملی است درونی سرمایه که انتقال، یعنی اون چیز ترانسنشنال کپیتال رو شکل میده، سرمایه آزاد میشه که به هر جایی که میخواد بره. خب طبیعتا این نقشی رو که امروز سرمایه بازی میکنه به علت اینکه مناطق ژئوپلیتیک مختلف در پذیرش این شرایط، پذیرش این شرایط هم وقتی ما صحبت ازش میکنیم به نظر من این دوباره برمیگرده به ساختارهایی که در جهان سرمایه‌داری وجود داره. ببینین وقتی که ما از جهان سرمایه‌داری به طور کلی صحبت میکنیم از یک جهان هژمونیک صحبت میکنیم. جهان هژمونیک به این معنی که در واقع کارگر که باید نیروی کارش رو بفروشه در واقع داوطلبانه باید این کار رو بکنه، باید به خاطر اینکه زنده بمونه مجبور بره به قول معروف اپلیکیشن پر بکنه، التماس بکنه که استخدامش بکنن. یعنی این شرایط در مضمون حرکت یک کارگر وجود داره، در کل سرمایه هم وجود داره. یعنی به نظر من بحثایی که عمدتا مسئله حرکت سرمایه رو امروزه متصل میکنن به قدرت نظامی، امر هژمونیک سرمایه و نقش هژمونیک سرمایه رو در واقع در نظر نمیگیرن. یعنی سرمایه‌داری امروزه مضمون اصلیش تغییر نکرده، سرمایه‌داری امروزه همچنان بر اساس این شکل از حرکت در واقع باید انباشت خودش رو انجام بده، اگه نه سرمایه‌داری نیست. یعنی این شکل از حرکت به نظر من، یعنی اگر امروزه ما شاهد یک سری از تنش‌هایی هستیم که این تنش‌ها در واقع در این شرایط مشخص به شکل بحران‌های مشخص داره عمل می‌کنه، این رو باید بررسی بکنیم که آیا این نشأت می‌گیره از این نقش اصلی سرمایه یا در واقع در این ترانسفورمیشن، در این تغییر ساختار به ساختار نوینه که نیروهایی که به شکلی در گذشته به این شکل عمل می‌کردن، یعنی در شکل مونوپول‌ها عمل می‌کردن، امروزه در یک ساختار رقابتی دارن عمل می‌کنن، طبیعتاً این ساختار رو نمی‌پذیرن و نپذیرفتن این ساختار به این معنیه که اگر در گذشته امر هژمونیک از طریق دول مشخصی انجام می‌شده، با کاهش امر هژمونیک این امر هژمونیک به خود سرمایه واگذار شده. امروزه علت اینکه دولت امریکا در رفع بحران‌های خودش با ایجاد بحران‌های دیگه قادر نیست به کاهش این بحران، دقیقاً در همین مسئله نهفته است. یعنی چی؟ یعنی با عملکردهایی که به نظر من دسپرید ناچارن این عملکردها رو انجام میده و عمدتاً این عملکرد در جهت منافع بخش مشخصی از سرمایه حرکت میکنه، طبیعتا نمیتونه کل سرمایه رو نجات بده. یعنی چی؟ یعنی ابتدا باید یک کلیت سرمایه با یک نرخ گسترش، نرخ انباشت مشخصی حرکت بکنه، با نرخ سود مشخصی حرکت بکنه تا بخش‌های دیگه سرمایه قادر باشن به حیات خودشون ادامه بدن. یعنی چی؟ یعنی اگر این بحران‌ها
در واقع که شکل میگیره و این بحران ها عمدتا بحران هایی که بخشی از سرمایه، بخش نظامی سرمایه رو رشد میده، اگر نتونه در کلیت خودش نرخ سود سرمایه رو بالا ببره و طبیعتا اینا تلاشی مذبوحانه برای در واقع حیات خودش هست و این شرایط به نظر من اگر از این نقطه نظر مسئله حرکت سرمایه و بحران‌های امروز رو بررسی بکنیم، شاید بهتر بتونیم به علل این جریان پی ببریم. یعنی چی؟ یعنی شرایطی که عمدتا امروزه در خاورمیانه شکل گرفته، یعنی به نظر من تغییر و تحولاتی که در جهان بعد از سال اواخر سالهای 70 شکل گرفته، این ساختار رو به هم زده و این ساختار طبیعتا در شرایط کنونی دولت‌ها، دولت ملت‌هایی که وجود داشتن و نقش کنترل نیروی کار رو داشتن، این نقش رو طبیعتا باید عوض بکنن و از اونجایی که در گذشته مثلا دولت‌هایی مثل عربستان، دولتی مثل قطر، دولت‌هایی مثل ایران در واقع موجودیت خودشون رو، لژیتیمیسی خودشون رو در رابطه با امریکا مطرح می‌کردن، امروزه به طور البته همشون به یک شکل نه، ولی موجودیت خودشون رو در رابطه با امر بازار مطرح میکنن و به همین علته که ما شاهد اختلافات عمیقی هستیم بین نیروهایی که در واقع در یک کمپ قرار دارن. مثلا دولت قطر موازی کاملا متفاوت با دولت عربستان در رابطه با مسئله سوریه داره، دولت ترکیه موازی متفاوت با دولت ایران در مقابل سوریه داره و این دقیقا شرایط جدیدی هست که دولت‌ها با ساختارهای متفاوت خودشون که حالا میتونیم دور نوری اینا رو بررسی بکنیم، جایگاه خودشون رو در این شکل نوین باید پیدا بکنن و این خب طبیعتا یک بحران اقتصادی است، بحران سیاسی است و بحران اجتماعی. مسئله داعش به نظر من یک توطئه نیست، مسئله داعش طبیعتا عواملی که داعش رو شکل دادن عوامل اجتماعی، تضادهای درون این جوامع هستند که توسط عوامل سیاسی از اونجایی که در واقع دیدگاهشون نسبت به تغییر اون شرایط موجود دیدگاهی بسته، دیدگاهی ایدئولوژیک، طبیعتا از نقطه نظر سیاسی به عوامل سرمایه تبدیل میشن و اینو من سعی میکنم در بحث آینده بیشتر باز بکنم. با تشکر. خب پویان جان، قرار شد که خودتون ادمین باشین. خیلی متشکرم، بفرمایید پس خودتون جلسه رو اداره کنید. میبخشین من بحثم تموم شد، دست رفیقمون الوند بالاست، ایشون بحث رو ادامه میدن. بفرمایید. سپاسگزارم رفیق عزیز پویان. البته من واقعیت همینه که با شما و بحثی که عنوان کردین مخالفتی ندارم، ولی از اون جایی که نمیخواستم حوزه بحث رو به باعث به مسائلی که شما روش انگوز گذاشتین وارد بکنم، تصمیمم بر این بود که بحث رو در همین خاورمیانه و سیاستی که آمریکا در خاورمیانه در جهت برهم زدن تعادل قدرت محلی به نفع تعادل قدرت بین المللی که به نهایت به نفع خودشه، روی این بیشتر تاکید بکنم. ولاب اگه بخوایم وارد اون مباحثی که شما روش انگوز گذاشتین، یعنی بحث رو به اینکه منافع سرمایه‌داری در هر صورت توسعه سرمایه به سود حداقل، حد اکثر در زمان حداقل بدون تردید نیازمند یه بحث گسترده‌تر در حوزه عملکردهای اقتصادی سرمایه‌داری جهانی و در هر صورت سرمایه‌داری جهانی هم یک سیاست
به دنبال این سرمایه هست. سرمایه به تنهایی خودش کارکردی نداره. سیاستی که این موتور حرکت این سرمایه رو به پیش میبره، در واقع منافع این سرمایه رو در عرصه‌های مختلف تولید اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تأمین میکنه. سوالی که مطرح اینه، یعنی من در همین حوزه بحثی که شما روش انگوه کاشتی اینه که اگر سرمایه منافع خودشو به عنوان یکی از مؤلفه ها برای منافع خودش، توسعه سرمایه رو به عنوان یک امر اهرمی گسترش میده، در نتیجه بحرانی کردن نمیتونه بحران رو کاهش بده. ما در حوزه اقتصاد سیاسی داریم برای حل بحران گاهن اتفاق میفته، شما بحران از یک نقطه به یک نقطه دیگر در یک شرایط معین زمانی انتقال بدید و این انتقال بحران باعث میشه که شما در جهت کاهش فشار اجتماعی یک سری از رفرم های اقتصادی را در جامعه دامن بزنید. دقیقا همون کاری که دولت انگلیس میکنه، یعنی تلاشش به اینه که اول بحران اقتصادی رو انتقال بده با استفاده از، در هر صورت انتقال بحران اقتصادی هم ابزارهای لازم و خودشو داره. شما نمیتونید در هر صورت کسری بودجه یک دولتی رو مستقیما انتقال بدیم به یک جای دیگه. با اهرمهایی که داره انتقال بحران عمدتا به شیوه‌های خشن انجام میگیره، نه به شیوه‌های اقتصادی. چون اگر واقعا یک دولتی امکان این که به لحاظ اقتصادی بحران خودشو حل بکنه، نیازی به استفاده از بازی نظامی نیست. بحران در همونجا، بحران که انتقال نمیده، در همونجا حل میکنه. اون چیزی که اما اونی که میگی کاملا درست میگه، یعنی من اصلا با بحث پایی شما هیچ مخالفتی ندارم. هدف سرمایه‌داری توسعه، سود و نیروی کار ارزان، ولی خب نیروی کار ارزانی در خاورمیانه وجود نداره. اصولا خاورمیانه یک منطقه تولیدی با اون معیارهایی که شما روش انگوز گذاشتین رفیق عزیز پورا نیست. شما جامعه عربستان، جامعه قطر، جامعه لیبی، جامعه عراق عمدتا جوامع به لحاظ ابزارهای تولید اجتماعی عقب مونده و اگر هم از ابزارهای مدرن استفاده میکردن عمدتا در حوزه نظامی بود و عمدتا هم این ابزارها کاربردهای تولید اجتماعی نداشت. از این زاویه شما باید ببینید که این استراتژی که اینها در خاورمیانه اتخاذ کردن کجا میتونه در یک جای دیگر، نه در خود من، در خود خاورمیانه باید عمدتا روی منابع طبیعی این منطقه انگوش گذاشت، ولی اینکه این بحرانی کردن خاورمیانه کجا میتونه منافع استراتژیک سرمایه‌داری جهانی که در رأسش آمریکا هست، در هر صورت استراتژی پیشبرد اهداف استراتژیک سرمایه جهانی را امروز آمریکا و متحدین اروپایی از جمله آلمان داره پیش میبره. اگر ما با بدون در نظر داشته این که در هر صورت سرمایه‌داری جهانی اگر قرار به شیوه حالت طبیعی ابزارهای استثمار رو، یعنی استفاده از نیروی کار ارزان و حد اکثر سود در حد اقل زمان، بدون تردید باید من و شما بیشتر این به اصطلاح فشار این بحث رو، یا در واقع اهرم این بحث رو روی چین و کشورهای کشورهای آسیایی مثل تایوان و تایلند و مالزی و اخیراً ویتنام بزنیم. میبینید کالای زیادی که امروز ما در فروشگاه های بزرگ آمریکا و اروپا میبینیم ساخت مثلا ویتنامه. یعنی اگه بخوایم اون بحثی را که شما به درستی هم روش انگوش گذاشتیم با استفاده از متدولوژی مارکسی، من هیچ مخالفتی با اون بحث ندارم، ولی اون چیزی که بیشتر مد نظر من بود اینه که چرا با بحران نگه داشتن خاورمیانه اینها میتونن اون استراتژی پیش برده در واقع توسعه نظام سرمایه‌داری جهانی یا در واقع نیولیبرالیسم اندیشه افکار اقتصادی جهانی رو پیش ببرن، کجا اینو به عنوان یک حوزه اقتصادی به مادیت تبدیل میکنن؟ در خاورمیانه که نمیکنن.
یعنی اون چیزی که در خاورمیانه امروزه مد نظرشونه، بحران نگه داشتن خاورمیانه و انتقال انرژی از خاورمیانه و عدم سرمایه گذاری ناشی از درآمد پولی که از انتقال انرژی صورت میگیره. بخشن میبینید اینه که سالها در یک دوری که این استراتژی پیش نرفت، سرمایه گذاری عظیمی در بخشای توریست خاورمیانه، بالاخص نخست در مراکش این کار پیش بردن، بعدا در مصر و در نهایت هم در دبی و ابوظبی و شارجه. اینا آسمان خواهش های هتل های آسمان خواهشی که واقعا نمونه شاید ما تا کشور پیشرفته اروپایی هم نمیبینیم. یعنی در واقع اینها از یک طرف سرمایه عظیمی را در بخش توریسم هزینه کردن و از طرف دیگر با ایجاد جنگ های داخلی حتی توریست های بین المللی هم که این سرمایه بخش زیادی از این درآمد حاصل از نفت و سایر منابع طبیعی رو در اونجا سرمایه گذاری کرد، همین ها دیگه حاضر نیستن به پشتبانی از این سرمایه برن. یعنی در واقع میلیاردها دلار کشورهای خاورمیانه، بلخص کشورهای نفتخیز، اینا سرمایهشون رو در همین شما این در واقع این ابزارهای تبلیغاتی پرواز به امارات فکر کنم شما هم حداقل دیدینش. در نتیجه میبینی حتی اون هم براشون اهمیت دیگه نداره. ولی این اگر واقعا اونطوری که شما میگم، من با محور بحثت هیچ مخالفتی ندارم، چون میشه در یک جای دیگری سر این بحث کرد و کاملا هم بازش کرد و موشکافی کرد که چرا یک چنین تراغوزی در سیاست استراتژی سرمایه‌داری جهانی هست که از یک طرف با بخش عظیمی از درآمد سالانه همین سرمایه‌داری که در خاورمیانه هست به این شکل بحرانی برخورد میکنه، و با توجه به این که با استفاده از این اشکال ایجاد بحران منطقی در جهت تعادل برقراری یک تعادل اقتصادی با اون جایی که این سرمایه به طور اون چیز این بحثی که شما میکنین، یعنی سرمایه تولید سرمایه که مستقیما تولید میکنه و از استثمار نیروی کار حد اکثر سود میبره، در صورتی که میبینین یه همچی کاری در چین میکنه، اما با توجه به حجم عظیمی از سرمایه گذاری در چین و در ویتنام و در کامبوج و در مالازی و با وجود این حل بحران در خاورمیانه به پیش میبره، با توجه بر این حتی حاضر نیست در جهت کاهش این بحران در خاورمیانه با کسایی که این حجم عظیم از سرمایه داری در اونجا تولید و باز تولید میشه، یعنی در چین و در کشورهای آسیا جنوب شرقی، با اونها هم در جهت کاهش این بحرانی که در خاورمیانه ایجاد کرده شریک بشه. من نمونه مثلا بگم، دولت آلمان با همکاری دولت آمریکا تضاد در واقع یک اتحاد همگون بر علیه روسیه پوتین ایجاد کرده. یک نکته رو در همین جا یادآوری کنم پویان عزیز، بزرگترین صنایع اتومبیل سازی آلمان در اروپا در روسیه است، یعنی در شهرهای اطراف روسیه، از جمله کمپانی بزرگ فولکس واگن یکی از بزرگترین تولیدهای اتومبیل این شرکت بزرگ آلمانی در روسیه است. یعنی در واقع با توجه به اینکه اینها در حوزه منافع بین المللی دفاع از نظام سرمایه‌داری جهانی با هم مشترک هستند، در چگونگی سهم‌وری از سرمایه و در چگونگی اتوریته سیاسی بر سرمایه با هم اختلاف دارند. من اینو با شما موافقم، ولی بحث من بیشتر روی این اصل بود که چرا اینها با توسعه بحران در خاورمیانه که در واقع درآمد حاصل از نفت و انرژی در خاورمیانه میبایست خودش ابزاری میبود در جهت کاهش بحران اقتصادی. حالا یک نکته هم هست، میگه خوب حالا میشه از این زاویه هم مثلا نگاه کرد، از اونجایی که سیاست کلی سرمایه پیش برد استراتژی سرمایه جهانی اتوریتش بر دست مثلا سرمایه میلیتاریزمه، در نتیجه این نوعی از اشکال ایجاد بحران و انتقال بحران ناشی از اتوریته این سیاست استراتژی میلیتاریزم سرمایه جهانی. من میتونم مثلا اینو
در این شکل موافقت بکنم، بگم احتمالا هست. اما واقعیت هم اینه که از اونجایی که من به طور روزمره با چگونگی حرکت حداقل حرکت حجمی سرمایه آشنایی دارم، میبینم سرمایه میلیتاریزم و سهمش به نهایت کمتر از سرمایه مالیه، یا به نهایت تأثیرش کمتر از سرمایه مالیه در حوزه توسعه و گردش سرمایه داری جهانی، بالاخص جهانی شدن سرمایه. از این زاویه به اعتقاد من سوای همه اون نکاتی که رو انگوش گذاشتین که من اصولا قصدم وارد شدم به اون مرحله نبود، چون میدونم یه بحث دیگه ای هست. من حتی نخواستم علل بحرانی که در خاویانه از با متدولوژی مارکسی روش تحلیل کنم، میخواستم و غیر همونطوری که هست عوامل و مؤلفه و نیرویی که دخالت و تشدید بحران. دوستی سوال میکنه از من، واقعیت هم اینه که جوامعی مثل خاورمیانه، فقط اینو من اشاره بکنم پویان عزیز در نوبته، این که مردم چی نقشی دارن، شما نقش مردم رو میبینید. مثلا در بحرین مردم به پا خواستن، نیروهای انگلیسی و آمریکایی که پایگاه بسیار مهمی در بحرین دارن، به طور غیر مستقیم با استفاده از ماشین سرکوب عربستان سعودی نیروهای نظامی عربستان فرستادن در بحرین و جنبش های مطالبات، در واقع مطالبات سطحی که مردم بحرین داشتن سرکوب کردن. در سوریه و در لیبی اون فقط زمانی به مردم یا به نیروهایی که از قبل آمادهشون کرده بودن در جهت دخالت کردن و در واقع بحران کردن لیبی و سوریه، اینها در واقع یک چیزی رو بگم برای که این بحث یه مقداری ملموس بشه. وقتی که یک سیاست از بالا ترسیم میشه و قرار در جهت ایجاد بحران در یک جغرافی های معین سیاسی این برنامه در اونجا به مورد عمل گذاشته بشه، به مورد اجرا گذاشته بشه، اولین کاری که میکنن خارج از مراده مردم یک چنین برنامه رو برنامه ریزی میکنن. اساسا نیش نقشی برای مردم قائل نیست، چون وقتی اگر مردم وارد یک تحول اجتماعی از پایین بشن، خواست مردم در واقع خواست دموکراتیکه، یعنی خواستی که مردم همه تلاششون در جهت ایجاد یک شرایط سیاسی که بر اساس این شرایط سیاسی منافع اقتصادی خود اکثریت مردم پیش برن. از اون جایی که این استراتژی از بالا به مردم تحمیل شده و از اون جایی که مردم اون سازمانای اولی را به خاطر سالها سرکوب و دیکتاتوری این دولت‌ها نداشتن و اگرم تلاش در جهت ایجاد این نهادها بودن سرکوب شدن، یک نیروی کوچک با استفاده از قدرت اقتصادی و قدرت نظامی خارجی میتونه خارج از اراده مردم تحولات سیاسی رو در بالا شکل بده و در بالا این تحول سیاسی رو به مردم تحمیل کنه. حال این تحول سیاسی چی به صورت با سازمان یافته، چی به صورت آنارشی، اون چیزی که در واقع در مصر اتفاق افتاد، اون چیزی که در لیبی هنوز شاهد هستیم، اون چیزی که امروز در سوریه میبینیم. یعنی در واقع نقش مردم در رابطه با اعمال این سیاست، اولا اجازه نمیدن مردم نقشی داشته باشن، چون مردم با استفاده از همین استراتژی استفاده از نیروی نظامی، اولین کاری که میکنن مردم رو از شرایط اقلیمی و شرایط زیستشون مردم رو از اونجا کوک میدن، و این کوک دادن مردم یعنی عملا دست مردم رو در جهت اینکه بتونن از زندگی خودشون سازماندهی بکنن و از زندگی خودشون دفاع بکنن ازشون سلب میکنن، برای اینکه یک نیروی به غایت ارتجایی رو از خارج آموزش میدن در جهت وارد در واقع تغییر نهادهای سیاسی، و یک دولتی هم که همواره مردم رو سرکوب کرده برای دفاع از منافع خودش و برای بقای خودش با این نیرویی که به وسیله یک اهرم بین المللی آموزش دیده و از لحاظ مالی و از لحاظ نظامی مسلح کرده درگیر میشن، و مردم در هر صورت تنها نمیتونن با هیچ کدوم از این نیروها، نه از لحاظ اجتماعی، نه از لحاظ اقتصادی، نه از لحاظ اون توانایی لازم در جهت درگیر شدن در قطب‌های مختلف مناطق ندارن،
نتیجتا مجبورن خانه و کاشانه خودشون ترک کنن و ما در واقع شاهد یک جنب پیشبرد یک سیاستی از بالا در خاورمیانه هستیم. سپاسگزارم پویان جان، اجازه بدیم فقط قطع کنم. با تشکر از رفیق الفند عزیز، من راستش دنباله بحث رو به این صورت مطرح میکنم. ببینین، وقتی که ما از یعنی به نظر من اگه دست بذاریم روی اون نکاتی که با هم مشترک نیستیم، شاید بهتر بتونم مسئله رو باز بکنم. شما معتقد هستین که این بحران رو، این بحرانی که در خاورمیانه است رو سرمایه‌داری دامن میزنه. به نظر من علت این مسئله رو باید روشن بکنیم. این علت این از نظر سیاسی چیه، از نظر اقتصادی چیه؟ شما از نظر اقتصادی مطرح می کنین که به نوعی کنترل انرژی در منطقه، که به نظر من این جای سوال داره، و عوامل دیگه ای که این مسئله رو شکل میدن. به نظر من مسئله اولا این بحران وقتی که ما بحران ساختاری رو قبول بکنیم، این بحران بخشی از اون بحران ساختاریه. وقتی که یک بحران شکل میگیره به این صورته که در واقع ساختارهای گذشته نمیتونه جوابگو باشه. اگر این بحران اقتصادی باشه، یعنی اون ساختارهای گذشته اقتصادی که امر انباش رو انجام میداده امروزه نمیتونه عمل بکنه. اگر این ساختار سیاسی باشه، عوامل سیاسی دولتهای گذشته نمیتونن به اون وظایف گذشته خودشون عمل بکنن. و اگر این بحران اجتماعی باشه، تاثیرگذاری این شرایط بر تولید اجتماعی هست که در واقع این مسئله را از نظر اجتماعی هم روش میده. در هر بحران چه عواملی شرکت میکنن؟ از بالا سرمایه سعی میکنه که این بحران رو به نفع خودش حل بکنه. یعنی وقتی که ما از مکانیسم سرمایه صحبت میکنیم، مکانیسم سرمایه سیاست سرمایه رو تعیین میکنه. یعنی جهان سرمایه‌داری به این معنیه که در واقع اون عوامل درونی سرمایه که قوانین سرمایه رو به صورت کور اعمال میکنن، در شرایط تاریخی اجتماعی مشخص باید اینا اعمال بشن. حالا این قوانین کور در این شرایط اقتصادی، در شرایط اجتماعی تاریخی مشخص چگونه عمل میکنن؟ بر حسب ساختارهایی که دارن. یعنی اگر مسئله رو به عنوان یک بحران ساختاری ببینیم و بحران موجود در خاورمیانه رو در واقع بخشی از این بحران ببینیم، اون موقع است که میتونیم به این بحران، یعنی عواملی که این بحران رو به وجود آورده و عواملی که میخوان این رو کنترل بکنن، یعنی هر بحرانی که شکل میگیره از بالا سرمایه میخواد سازماندهی نوین خودش رو به وجود بیاره، از پایین مبارزه طبقاتی میخواد که در واقع اهداف مشخص خودش رو از نظر مبارزه طبقاتی به پیش ببره. حالا این چقدر آگاهانه است، چقدر میتونه عمل بکنه، دقیقا برمیگرده به در واقع ترکیب نیروهای اجتماعی، درجه آگاهیشون. به نظر من این مسئله که امروزه در خاورمیانه پیش اومده، این بحران در واقع عوامل ساختاری داره در خاورمیانه، و این عوامل ساختاری امروزه به صورت از تونس شروع بکنیم، در نمیدونم مصر، در سوریه شکل میگیره و سرمایه سعی میکنه که با عوامل خودش این رو در جهت منافع خودش به پیش ببره. همه حرف من اینه که سیاست هایی، یعنی مثلا مسئله عراق رو که مطرح میکنیم، سیاست هایی که در واقع تحت نام نیو امریکن سنچوری رفت در عراق و خواست شیوه گذشته رو، شیوه گذشته که در واقع اعمال هژمونی میکرد. من هم روی مسئله هژمونی تکیه میکنم. ببینید، وقتی که ما از هژمونی صحبت میکنیم، هژمونی یک مجموعه است، یک مجموعه ای از توان اقتصادی، نقش پول، توان نظامی و عملکرد سیاسی. یعنی این مجموعه با هم عمل میکنن. وقتی که در
بطن خودش این مجموعه بخشی از این توان رو از دست داده، یعنی توان اقتصادیش رو از دست داده، توان پولیش رو از دست داده، که اینا رو هم دقیقا میشه نشون داد. یعنی با در واقع قطع رابطه دلار و طلا در واقع اون توان توان عملکرد پولی از بین رفته، با کاهش تولید عملکرد اقتصادی از بین رفته و این در رابطه با هم عملکرد سیاسی را از بین برده. یعنی امروزه جایگاه رژیم هایی که در سیستم گذشته با ساختار گذشته در رابطه با دولت امریکا شکل گرفته بودن، امروزه هم این ساختار کلیتش عوض شده، هم این رژیم ها نیاز دارن عوض بشن. این رژیم ها به خودی خود رفتنی نیستن، ولی بحرانی که در این جوامع شکل گرفته، این بحران هم دقیقا در رابطه با همون مسئله است که گفتم. یعنی چی؟ یعنی رشد مناسبات سرمایداری در این کشورها در واقع شرایطی رو ایجاد کرده که اون شرایط گذشته دیگه امکان پذیر نیست. یعنی چی؟ یعنی نفتی که در گذشته به صورت رانت ما قبل سرمایه‌داری غارت می شده، امروزه در یک شکل رقابتی خودش به فروش میرسه. یعنی وقتی شما صحبت از این میکنین که اینا خواهان این نیستن که درآمد این نفت سرمایه گذاری بشه در این کشورها، مگه یعنی عمدتا سرمایه گذاری مشخص بشه، این کار رو دارن میکنن. یعنی شما سهامی که اگه سرمایه رو در یک بعد جهانی ببینید، میبینید که دولتی مثل عربستان با سرمایه گذاری عظیمی که در مونوپولای مالی کرده، در سیتی کورپ و چیس و اینا کرده، در واقع بخشی از این جریان مالی تبدیل شده و این شرایط جدید هست. یعنی این بحران با خودش از نظر اجتماعی لشکر ذخیره کار رو تقویت میکنه، بیکاری رو تقویت میکنه، شرایط زندگی رو تقویت میکنه. و وقتی من صحبت از اون مسئله کردم، مسئله تولید کردم، تولید در تمام بخش ها رو میکنیم. یعنی در واقع فقط تولید صنعتی نیست، یعنی در بخش هایی که امر رانت شریکه به همون صورت عمل میکنه. و این شرایط جدید، یعنی این شرایط جدید که باید، یعنی باید بتونه، ببین از یک طرف نیروهای مولدهی که در سطح جهان رشد میکنه، این نیروهای مولده در این کشورها در یک سطح ابتدایی تر خودشون هستن در تمام حوزه ها. اگر اینا رو یه جوامع سرمایه داری بدونید، اینا مجبورن که در واقع برای اینکه میانگین سود خودشون رو نگه دارن، به دستمزدها، کاهش دستمزدها پناه ببرن. و این مسئله به طور مشهود در ترکیه، در مصر، در تونس، در ایران، اینا رو به خوبی میتونیم ببینیم. کشورهای دیگه ای که عمدتا این ساختارها به شکل دیگه ای عمل کرده، اونا رو در حیطه‌های اجتماعی میتونیم ببینیم، در قطر، در دبی، اینا با سرمایه‌گذاری شده و عمدتا اینا به منابع سرمایه‌گذاری مالی تبدیل شدن. این رو در یک تضاد دیگه ای میتونیم در این جوامع نشون بدیم، یعنی عوامل اجتماعی دیگه ای که این تضاد رو حاد میکنه در این جوامع. برای همینه که به نظر من، یعنی بررسی این نهادها در این جوامع، یعنی وقتی ما صحبت از داعش میکنیم، داعش پدیده‌ایه که به نظر من با بحرانی که از جهان سرمایه‌داری، یعنی وقتی میگم بحران در جهان سرمایه‌داری، به این صورت که امر گلوبالیزیشن وقتی که شکل میگیره، این در تمام بخش های سرمایه به یک صورت نسبت به این عکس العمل نشون نمیدن. بخش هایی که منافع مشخصی در شکل گذشته داشتن، سعی میکنن که اون منافع گذشته خودشون رو حفظ بکنن. یعنی وقتی که نیوکان ها جنگ عراق رو به راه میندازن، اگه شما به نوشته هاشون برخورد بکنین، به دو مسئله رو مطرح میکنن. یکی کنترل مسئله انرژی، یکی کنترل مسئله خاورمیانه بزرگ. خاورمیانه بزرگ در چه رابطه؟ یعنی شکل هژمونی که گذشته خودشون رو در قبال روسیه و چین اعمال بکنن، و این سیاست وقتی که شکست میخوره، دقیقا نشون دهنده اینه که اینها
منطبق با اون منطق سرمایه نیست، منطبق با اون حرکت سرمایه نیست. نه تنها بحران رو کاهش نمیده، بلکه بحران رو بدتر میکنه، و نه تنها این بحران رو منتقل نمیکنه، بلکه میزان بحران رو در خود این کشورها بیشتر و بیشتر میکنه. امروزه کشورهایی مثل امریکا ذخیره ارزی که دارن یه چیز نزدیک 124 میلیارد میلیارد دلار، ذخیره کشورهایی مثل چین 3 تریلیون دلار، حتی روسیه 900 بیلیون دلار ذخیره ارزی داره. و این شرایط، یعنی این شرایط که در کلیت خودش شکل میگیره، خب طبیعتاً حاکی از کاهش این قدرت. من سوالم از شما این بود که این کاهش، یعنی امر نظامی، آیا قابلیت این رو داره که عملکرد هژمونیک رو به پیش ببره یا نه؟ به نظر من نداره. یعنی امر نظامی شاید بخشهایی از سرمایه رو باز تولید بکنه، ولی قادر نیست که کلیت این مسئله رو به پیش ببره. فقط به یه مسئله کوچیک دیگه من مطرح میکنم، و اونم مسئله نفت. امروزه سیاست سرمایداری جهانی بر اساس کانسروین انرژی نیست. یعنی اگر در تا سالهای 80 این سیاست رو با کنترل منابع انرژی پیش می بردن، و اینو میشه در خود امریکا تضادهایی که اون موقع وجود داشت نشون داد، با این شرایط جدید امروزه نه تنها عمل نمیکنه، بلکه امروزه مسئله قیمت نفت نه از طریق دولت ها، نه از طریق حتی مونوپول ها مشخصا مشخص میشه. و این کاهش قیمت نفت امروز رو ببینید، امروزه بزرگترین صدمه رو نه به عربستان، نه به ایران، بلکه به خود دولت، به سهامداران نفت در امریکا میزنه. برای اینکه قیمت تمام شده نفت در امریکا یه چیزی نزدیک 60 دلاره، و امروزه با این عمل کرد، یعنی قابلیت کنترل ندارن که این مسئله رو بهش جواب بدن. و برای همینه که نقش هژمونیک سرمایه در واقع تعیین کننده است، نه نقش دولت ها. با تشکر. میبخشیم، من قبل از اینکه از رفیقمون ایلی جان خواهش کنم که مایکو بگیرم، مایکو رها کردم. رفیق جان بفرمایید. صدای منو میشنویم؟ آره، صدام یه دو بر من بزنید زنده باشین. سلام میکنم دوستان، رفقا عزیز، خسته نباشین، ادمین اتاقم همینطور و به همه تون. ببینین، یه میخورده این جمله رو من چی سر میکنم که علل گسترش بحران نه تنها در خاورمیانه، بلکه در مجموعه به اصطلاح کشورهای جهانی ریشه اقتصادی داره. خب آره، پرواز است. حالا من برمیگردونم به اصطلاح همین علل ریشه های اقتصادی، در واقع علل گسترش بحران در خاورمیانه. رفیقم پویان به زوایای مختلف این قضایا اشاره کرد، یعنی به ناچار فقط مسئله خاورمیانه نبود، بلکه شمال آفریقا، آفریقا و خود کشورهای پیشرفته در واقع سرمایه‌داری هم که دچار بحران هستن، یه نگاهی هم به این مسئله انداخت. به درستی هم در واقع به نظرم تو این خط و خطوط اومد. منتها شاید مثلا ما توقع داشته باشیم که هول و هوشه، بنابر تیتر اتاق هول و هوشه به صلاح مسئله خاورمیانه بحث بکنیم به علل بحران. واقعیت امر اینه که وقتی بحران، در واقع بحران اقتصادی، بحران سرمایه‌داری هست، این بحران حالا توی منطقه خاص خاورمیانه به خاطر اینکه نقش بسیار مهمی رو توی به اصطلاح حدوداً کنترل کردن به نوعی این
اقتصاد و یا در واقع تسلط بر اون اقتصاد برای جلوگیری در واقع از فروپاشی خود سرمایه و بحرانی که در گوشه کنار دنیا من جمله خاورمیانه در واقع در حال حاضر شاهدش هستیم. البته میگم فقط خاورمیانه نیست، بخش آفریقا، شمال آفریقا، لاتین امریکا، تا شدت و حدت به صلاح ریشه های اقتصادی که عامل به صلاح بحران هستش در کشورهای به لحاظ نقش استراتژیک یا اون ژئوپلیتیک که تو سیاست جهانی بازی میکنن من جمله خاورمیانه که منابع عظیم در واقع انرژی های فسیلی توش هست که نقش بسیار مهمی رو توی به صلاح پیشبرد اقتصاد و علیه بحران اقتصاد میتونه نقش بازی بکنه، ما بیشتر به صلاح شاهدش این هستیم. و از طرف دیگه هم چون خودمونم از خاورمیانه میایم و کشوری هستیم یا از کشوری میایم که مستقیما دچار بحران هست با کشورهای همسایگیش، این مقدار میتونه به صلاح این تسلط ما رو برای این اوضای فعلی بدون بحثی که در اتاق داریم تا حدودی به صلاح روشن بکنه. واقعیت امر اینه که خاورمیانه به طور مشخص از طریق به صلاح انرژی نفتیش و موقعیت به صلاح اون ژئوپلیتیکش هم در نزدیکی با چین و هم در نزدیکی با روسیه و هم در ارتباط در این بحران اقتصادی در واقع با تسلطی که سرمایه‌داری نیاز داره برای به صلاح حل بحرانش یا سود بیشترش یا تسلط بر بازار جهانی خودش به طور مشخص زمانی که سرمایه به صلاح فراملی هستش و در رقابت با دو کشور به صلاح امپریالیستی قدرتمند اقتصادی چین و روسیه، در واقع این اهمیت این بحث ما رو دو چندان میکنه. همطور که رفیقم پویان به درستی به این تسلط در واقع قطبای سرمایه داری تو منطقه مثل خاورمیانه وارد بحثش میشه، اونم این زاویه که چیز یه مقدار در واقع اون کنش و واکنش های قدرت های سرمایه داری رو نگاه بکنیم خیلی واضح و روشن جورج بوش در واقع به نوعی مطرح میکنه که این تحت نام این خاورمیانه بزرگ برای به اصطلاح تسلط قدرت اقتصاد اون موقعی که آمریکا نقش اول رو بازی میکرد در وضعیت اقتصادی جهانی، یکی از محوراشون تسلط بر منطقه خاورمیانه بود که تحت نام به اصطلاح دموکراسی و خاورمیانه بزرگ و به محوریت قرار دادن در واقع کشورهای شرارتی که قرار بود در زمان جورج بوش اینا رو یه مقدار به صلاح برای دموکراسی و تسلط حالا بخوان وضعیت اقتصادی آمریکا در رقابت با کشور روسیه و چین اینو میخواست که به صلاح بتونن با همطوری که شاهدشون بودیم با نیروی نظامی گسترده و با مخارج هنگفتی که تو این زمینه داشت که بتونن تسلط خودشونو بر وضعیت اوضاع خاورمیانه به اصطلاح مسلط بکنم. من تو چند وقت چند زاویه میتونم این قضیه رو براتون باز بکنم، ولی خیلی سریع که بدونیم عجلتاً وارد این بحث از دوستان عزیزی هم که در اتاق حضور دارن وارد این بحث بشن، همینطوری که یه مقدار به لحاظ جمله بندی این قضیه رو من راحت‌تر کردم که از ای زاویه که آیا بحران اقتصادی در خاورمیانه علل اقتصادی داره که گفتم روشنه. بعد هیلاری کلینتون هستش، یعنی توی تسلط اوضاع اقتصاد آمریکا با توجه به اصطلاح بحرانی بودن اقتصاد و تسلط در واقع برای پیشبرد کسی میتونه توی این اوضاع و احوال به اصطلاح
به نوعی یک قطبی شدن جهان سرمایه بتونه به صلاح پیشرفت سرمایه خودش رو رونق بده که بتونه برای این مناطق تسلط داشته باشه. هیلاری کلینتون وقتی از ای سوال میکنن که نیویورک تایمز در واقع سوال میکنه که شما توی این اوضاع و وضعیت از چین میترسید، میگه چین ترس کلمه خوبی نیست ولی بهتره بگید که به صلاح توی وضعیت بحران اقتصادی با توجه به صلاح تولیدات ارزون، حالا این از طریق حالا انرژی ارزون یا نیروی کار ارزون و تولیدات ارزونی که چین میده، در واقع داره بخشی از دنیا و خاورمیانه خودشو مسلط میکنه. خب پرواز است که تاریخاً حالا اونجوری که خودش هم میگه لاری کلینتون 70 سال بازار سنتی در واقع آمریکا در خاورمیانه است و ما این اجازه رو یا این زمینه رو نباید فراهم بکنیم که این بازار سنتی ما از طریق به اصطلاح چین و روسیه از دستمون گرفته بشه. ما باید به اصطلاح بر این اوضاع و بر این وضعیت در واقع مسلط بشیم. و از طرف دیگه هم همین که باز به بحران در خاورمیانه اشاره بکنم و توجه به وضعیت به اصطلاح بحران اقتصادی که روز به روز این جوامع حاشیه به اصطلاح خاورمیانه روز به روز فقیرتر میشن و ما انعکاس فقیر بودن این جوامع رو تو حرکت‌های اعتراضی و انقلاباتی رو که انجام میدن تحت نام به اصطلاح نان و آزادی، در واقع اون کنه اون تمام مطلبی که توی منطقه‌ای که ما توش داریم زندگی میکنیم و در واقع عیان میکنه، روشن میکنه. بنابراین اون به طور مشخص اگر امین روی صحبت هیلاری کلینتون مکس داشته باشیم که بازار سنتان بازار به صلاح زمین ساز اقتصاد آمریکا بوده، فراموش نکنیم که چیزی حدود 1300 میلیارد سود خالص در واقع آمریکا از تسلطی که بر خاورمیانه به طور مشخص کشورهای نفت خیزش، لا اسمم نمیخوام ببرم، داره. بعد همونطوری هم که قبلا هم بهتون اشاره داشتم این بود که این جوامع با توجه به اصطلاح قتل عام ها و کشتار ها و دیکتاتوری خیلی خشنی که بر مردمان خودشون اعمال میکنن و مردم هم به اصطلاح تو اون فقر و اوضای به اصطلاح نامسامانی که خواهان حداقل نان و آزادی هستن، این یک معنا رو برای قدرت جهانی سرمایه به طور مشخص آمریکا روشن میکنه که در مردمان خودش هم من جمله در واقع نان نمیتونه فراهم بکنه و اون کشوری که حالا به طور مشخص آمریکا درآمد سالانه خالص 1.3 میلیارد در واقع درآمد چیز داره، این امنیت این سرمایه سودی یا اون تسلطی که یا اون تسلط مستعمرگرانه ای که آمریکا بر اوضاع منطقه داره، این به خطر میفته. دنجه اونجاست که جورج بوش تحت نام خاورمیانه بزرگ و دموکراسی در واقع میاد که امنیت سرمایه دارانه یا امنیت سرمایه امپلیسی آمریکا رو تو منطقه بهش ثبات بده. میدونه دیر یا زود بر اثر به صلاح بیوقی که بر این کشورها حاکم از طریق حکومت‌های دیکتاتوری خودشون، مردم برای به صلاح خواست حقوق دموکراتیک و مسئله معیشت خودشون بر علیه این حکومت‌های دیکتاتور به حرکت خواهند در اومد و اون منافع دراز مدت امپریالیستی آمریکا رو در واقع به خطر میندازه. این یکی از به اصطلاح محورهای بسیار مهمی هستش که آمریکا به زمان به اصطلاح جورج بوش تحت به اصطلاح کشورهای محور شرارت و دموکراسی آوردن برای خاورمیانه در واقع میخواد که بتونه تو این اوضاع و احوال اون منافع دراز مدت، اون منافعی رو که آمریکا از خاورمیانه داره در واقع چپاول میکنه، این منافع رو به لحاظ
دراز مدت بتونه به صلاح حفظش بکنه. در نتیجه ما شاهد این هستیم که در کنار این، حالا یکی از دوستانم سوال میکرد که آیا داعش یه جریان اجتماعی است؟ خب و خیلی چیزای دیگه در واقع، تغییر و تحولاتی که عمدتا در خاورمیانه رخ داد، به طور مشخص به اصطلاح تجاوز آشکاری رو که ما شاهدش بودیم و اجازه کوچکترین گزارشی از این جنایاتی که در افغانستان و در عراق مرتکب شدن اجازه ندادن کوچکترین خبر این جنایات، و در لیبی هم همینطور در واقع اشاره پیدا بکنه، زیرا که افکار عمومی رو میتونست بر علیه به اصطلاح این خودکامگی ها و این مسئله تسلط بر اوضاع به اصطلاح اقتصادی جهان در رقابت با اون و کشتار انسان های بیگناهی که فقط قرار بود حفظ منافع به اصطلاح غارتگرانه امپریالیسم آمریکا و دیگر شرکاشو تامین بکنه به قیمت در واقع کشتار بسیاری از انسان‌های بیگناهی که به اصطلاح موقعیت اجتماعیشون فقط خواستار این بودن در بهترین حالت که برای به اصطلاح مطالبه نان و آزادی علیه حکومت‌های دیکتاتوری که عمدتاً حامیشون کشوری امپریالیستی من جمله امپریالیست آمریکا است و این منافع به خطر میندازه بتونه جلوگیری بکنه. وقت در کنار این میبینیم که بعد از اون قتل عام و تجاوزات به اصطلاح آشکاری که حتی بر چیز نفع به اصطلاح اون قوانین که سازمان ملل در ارتباط حقوق ملیت ها و کشورها تعیین کردن تجاوز آشکاری است که نادیده میگیرن حتی قوانینی که خودشون برای به اصطلاح حفظ نظم جهانی تدوین میکنن. بعد در کنارش ما همچنان شاهدیم علل جریاناتی که به زعم من دستساز خود کشورهای به اصطلاح امپریالیستی هستن که از یک طرف هم آشو میخوان هم در واقع کاسهشو میخوان، یعنی از یک طرف میخوان که تسلط به اصطلاح به قول هیلاری کلینتون بازار سنتی خودشونو که سالانه 1,300,000,000 سود خالص به اوضاع اقتصادی آمریکا رو میرسونه داشته باشن، و از طرف دیگه هم در رقابت با کشورهای شبیه امپریالیستی دیگه شبیه چین و در واقع روسیه بتونن هم بازار رو در دست داشته باشن و هم قدرت به اصطلاح نظامی و اقتصادی خودشونو به عنوان کشورهایی که تعیین کننده هستن و همینطور هم تا حدودی هست، یعنی تعیین کننده هستن که هم به لحاظ موقعیت اقتصادی و هم به لحاظ موقعیت نظامی واقعیش بخواین نقش بسیار مهمی رو بازی میکنن تو این تغییر تحولات و این بحران هایی که در واقع شاهدش هستیم و داریم میبینیم و اوضاعی رو که در کنارش جریاناتی ازش در میاد که وقت ما مثلا فرض بگیریم نهایتا به تفکر وادار میکنه که آیا واقعا داعش جریانی اجتماعی، آیا القاعده جریانی بود اجتماعی و بن لادن در واقع سمبول این و بن لادن ها در واقع سمبول به اصطلاح این جنبش های اجتماعی در منطقه بودن، یا اینکه اینها هم دست ساز در واقع کشورهای اجالتا سازمان های مخفی خود این کشورهای پیشرفته سرمایه‌ای هستند که در واقع برای دامن زدن به برای تسلط بر موقعیت اقتصادی و تسلط بر منابع به اصطلاح انرژی حالا ارزانی که در منطقه دستشونه این نیروها رو دست ساز میکنن و در واقع در مواقع ضروری مثل اوضاع فعلی به بازار وارد میکنن و از این طریق چندین هدف و طی بحرانی که در خاورمیانه به وجود میارن دنبال میکنن که فرض بگیریم که فرضم که نه این واقعیت هستش که همونطوری که گفتم با توجه به وضعیت دیکتاتوری های خشن
که حاکم بر این کشورهای توی این منطقه هستش و بی حقوقی که علیه مردم خودشون در واقع همون از طریق امکانات به اصطلاح رفاهیشون فراهم نکردن و در واقع از اون بی حقوقی اون دیکتاتوری خفقانی که برشون توی جامعه توی این کشورها حاکم شده اوضاع رو انحراف بده این تفکر به اصطلاح خودانگیخته یا آگاهگرانه توده ها بر اثر ظلمی که برشون میشه در واقع سمت سوی انقلابی میتونه پیدا بکنه و انحراف دادن به سمت سوی انقلابی و تفکرات و بینش انقلابی در جهت به اصطلاح تغییر موقعیت ستمگرانه که برشون حاکم هست ما میبینیم که چه در واقع جریان ارتجایی دستسازی رو و وارد میدون میکنه که عمدتا هم افکار عمومی داخلی این کشور و هم افکار عمومی جهانی رو و هم اهداف در واقع رفاهی و انسانی مردمان این کشور رو انحراف بده. مثلا یه نمونه هم راحت بزنم اینجا که یه مقدار بتونم این مسئله رو روشن بکنم. فرض بگیریم در خود همین عراق واقعیت اینه که مثلا تسلطی که دیکتاتوری صدام حسین و تا حدودی بی حقوقی و سرکوبی رو که برای مردم عراق اعمال میکرد پر واضح و روشن بود که مردم عراق یک پارچه ام از سنی و شیعه و کرد و به صلاحی مسائل برای بهتر زیستن یک هدفی رو مد نظرشون داشتن روشن بود صدام حسین و سرنگونی صدام حسین ولی میبینیم که این تسلطی رو که سیاست جهانی مخصوصا امپریالیسم بر اوضاع منطقه داشت و میدونست که دیر و زود به صلاح این تفکرهای به صلاح ضد دیکتاتور و ضد بیوقی که برشون حاکمه به حرکت در خواهند آمد و وقت اونجاست که به صلاح اون تسلط بر این منابع طبیعی یا به قول بازار سنتی از دستشون در خواهد رفت بعد میبینیم که ضمن این که خودشون کمک میکنن نقش بزرگ رو و اهمیتی رو بازی میکنن در برکناری صدام حسین و از طرف دیگه سازمان هایی که در واقع مثل داعش و این چیزا رو وارد میدو میکنن عملا جنبش آزادی خواهانه و رای بخش این کشورها رو به انحراف میکشونن در واقع صد بزرگ رو مانع حرکت توده های این کشورها میشن و در نتیجه میبینیم که این توده های تحت ستم که برای مطالبات انسانی خودشون به حرکت در میان تحت حالا یه دوره با مثلا صدام حسین اینا امروزه با چندین جریانات مرتجعی روبرو هستن که فاصله بسیار زیادی است بین به صلاح اون خواسته های انسانی خودشون در جهت بهتر زندگی کردنشون تا الان که تسلطی که در واقع اون تسلط نظامگری که کشورهای امپریالیست در ازش آمریکا بر منطقه داره بعد میبینیم که چه انحرافی هم در جهت افکار عمومی جهانی و هم در جهت به صلاح مانع پیشرفت به صلاح مطالبات انسانی این کشور ها وقت جریانات مثل داعش و نمیدونم حالا به نوعی کرد اصلا قصد چیز ندارم میخوام بهتون بگم که چطور به صلاح میشه تحت نام دموکراسی به صلاح خاورمیانه یا خاورمیانه موضوع که از جورج بوش 2001 و 2 شروع میشه مردم میبینیم که با چه هیولاهایی رو در رو هستن که اگر بتونن با این جریانات به صلاح خودساز مثل داعش و بن لادن و نمیدونم القاعده و سلفی و این چیزا سالیان سال یا به قول اوباما 20 سال پل پل چشم آره همین چشم 5 دقیقه آن زیادمه همین با توجه به اینکه توی چند ماه اخیر در فرانسه نشست وسیع بین قدرتمندترین کشورهای هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ نظامی در فرانسه پاریس برگزار میشه 40 کشور ثروتمند و قدرتمند جهانی وقت تازه
در رأسش اوباما پیشنهاد میکنه که به رهبری آمریکا و با کمک کشورهای 40 کشور و شماها جنگ با داعش ها 20 سال طول میکشه، یعنی زمینه رو آماده میکنه. همونطوری که شاهدش هستین، در واقع این بحران خب خیلی به صلاح دیگه مسخره میشه دیگه، نه یه جریان مثل داعش که به وجود میارن و 40 کشور قدرتمند نظامی اقتصادی، تازه به رهبری اوباما 20 سال طول میکشه که بتونن به صلاح این جریانات مثل داعش و فلان تو منطقه در واقع پاکسازی بکنه. وقت از وقت شما بخوانید که بعد از این چه اتفاقی خواهد افتاد. این من حالا باز گوش میدم، دست بلند میکنم بعدن که این حواشی این صحبتی رو که تونتون براتون مطرح کردم اگر چیزی بهتری هم بزن مذارد چیزی بهتری به ذهنم رسید حتما با تون در میون میذارم. زنده باشید.